یکی زیستن در جوار اپوزیسیون سوریه در این ماه ها و اتفاقی که براشون افتاد و آنچه ممکنه در انتظار ما باشید و دوم مسئله نگاه کلی به آنچه داره در خاورمیانه اتفاق میفته. به قول مرحوم زنده یاد نادرپور اول دومی رو میگه. ما خیلی خلاصه نشستیم داریم نگاه میکنیم یک دومینوی جدید داره بازی میشه و داره منطقه به نوعی تقسیم جدید سیاسی جغرافیایی میشه و یک ابوالهولی به نام شیخ حمد امیر قطر با میلیاردها دلار پول داره برای ما خاورمیانه جدید تقسیم میکنه. جمهوری اسلامی ذوق زده از این تحولی که در جهان عرب شد این رو انتقال صحوه اسلامی امام خمینی دانست و خوشحال و پایگوار اولا این مشخصین ورشکست های اخوان مسلمین که بیرونشون کرده بودن مثل کمال البابی اینا بدو بدو رفتن جمهوری اسلامی رو که غرب ما داره پرچم اسلام را میره بالا پولایی هم گرفتن. ولی وقتی در میدان تحلیل قاهره شعارهای ضد شیعه رفت بالا اونه یه مقدار حواسشون جمع شد و وقتی محمد مرسی رفت ایران و اون طور با اینا برخورد کرد اونجا دیگه خیلی حواسشون پرت شد. یعنی کاملا متوجه شدن که بازی بازی دیگری است و ضمن اینکه وقتی آتش به خانه رسید به سوریه آمد متوجه شدن که تای قضیه یک طرح اساسی هست اسلام کرباتی سنی در برابر اسلام ناب‌انقلابی محمدی ولایی شیعی. این یک طرح داره در منطقه اجرا میشه و جناب آقای باراک اوباما حسین اوباما هم به شدت دنبال این طرح نمونش این که متحد 30 ساله آمریکا حسنی مبارک رو به اون وضع موهن و متأثر کننده بیرون کردن. یعنی عملا من یادمه از خانم کلینتون پرسیدن آقای مبارک کی باید بره، گفت دیروز و این آخرین ضربه بود که به مبارک زده شد. حالا من اصلا کاری ندارم این اسلام سیاسی الان داره تو جوامع چی کار میکنه، خود این بحث دیگه است. در مصر چه خبره، چه آتشی به پا شده، در تونس چه خبره، سلفی هایی که حالا اینا رو قبول ندارن دارن میان درست. یعنی همون بساطی که تو پاکستان دیدیم اسلام خوب ضیاءالحق از نگاه امریکا تبدیل شد به اسلام بد بلاد. یعنی الان هم امریکا تازه سفیرش رو لیبی کشتن یه خورده به خود آمده که چه کرد جنبش هایی رو که میتونستن جنبش های آزادی خواه سکولار لیبرال آزادمنش باشن هل دادن توی بغل اسلامی ها و اسلامی ها رو روز به روز تقویت کردن و نتیجهش این شد که راشد قنوشی که من این رو بهتون میگم برای که این رو میشناسم، راشد قنوشی 25 سال تو لندن آرزوش این بود، آرزوش این بود که یه بار مثلا تو مرده تونس رو بدونم، حالا شده حاکم تونس. یعنی اصلا برای مغز او قابل تصور نیست. آدمی که جمهوری اسلامی ما 1000 پوند بهش میداده کتابش رو چاپ میکرده میبردتش ایران یه بار رمضان میموده امروز حاکم تونسه، یک کشور مدرن با جامعه مدنی قدرتمند با زنان آزاده، یک آدم قرون وسطایی اومده میخواد این مملکت رو بداره. اون وقت یواشکی میره به سلفیان میگه که نگران نباشیم، ما داریم تسلیه میکنیم همه زنا افسرا همه رو داریم میندازیم بیرون، منتظر دوره بعدی باشیم. آقای مرسی در مصر سیاستی به کار داره بهش میگن اخوانه، یعنی داره مصر رو میکنه اخوانستان به جایی که اخوان باشن جزئی از حاکمیت مصر. دست انداخت روی دستگاه قضایی، منطقه قد دستگاه قضایی مثل خود رتمنده ایستاد، جامعه مدنی مثل هم داره واکنش نشون میده، مطبوعات که اینا همه بردیشونه هر روز مرسی رو به نوعی دارن نیاز. این سیاست من نمیرم توی قومش بعد بیرون خواهم بیرم کشوری بران و قطر بازی زشتی در جریان اپوزیسیون سوریه کرد که من شاهدش. اینو میخوام بگم، اینو به دوستانم بگم
که موقع اون لحظه حساسیت سرنوشت ها چه اتفاقی میفته. همینجا الان میگم، پیشبینی هم میکنم، من مرده، همه شما زنده. اگر این اتفاق نیفتاد تو دیگه باید گفتی من خیلی اشتباه کردم. قطر نزدیکترین روابط رو با اسرائیل، روابط اقتصادی قطر با اسرائیل عجیب بود. اسرائیل ها یه دفتر نمایندگی در دوحه داشتن، قطر هم در اسرائیل. نخست وزیر قطر بارها میرفت اسرائیل رو بمونن. شیخ حمد شیمون پرس اومد با خانم موزه همسرش، پذیرایی چایانی از شیمون پرس به همسرش کردن، در یک جای زیبایی درست کردن در دوحه که منتج از سیاسی یا جایی که سیاهی درست کرده که برای استراحت و تفریح امیر رو خانه بره. چطور قطری که دارای این همه رابط نزدیک و اسرائیلی، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا بعد از خود آمریکا در قطره، 4-5 هزار نظامی آمریکایی در قطره و قطر شاهنامه حرکت‌های اسلامی و حماس و هر جا میری ببینی این شکل قطر داره برداخت میده. یه جاییش روحیه عظمت طلبی است. کویت در دهه 60 و 70 همین روحیه رو داشت. کویت کوچولو نقش بزرگوار رو بازی میکرد. در دعوای شوروی و چین کویت کارنامه‌ای میکرد. الان قطر به این نقش برای خودش داره فکر میکنه که قطر عثمان گاز داره، پول داره، میلیاردها پول داره، 500 هزار جمعیت داره، خب میگه اون نقش بزرگ بازی کنه، هر جا به سرمایه گذاری میکنه روکرش میشه. اما فراتر از مثلا فقط نقش قطر به عنوان یک سرمایه گذاری نیست. قطر اجرای سیاستی رو میکنه که در پشت اون اسرائیل و ایالات متحده به نوعی حداقل بلسینگ اونا هست، حداقل میگن گوهه خیلی خوبه. به نور این سیاست هدفش تقسیم منطقه بر مبنای نژادی مذهبی است. نگاه کنید در یمن، در جنوب کمونیستای سابق میخوان جنوب رو جدا کنن. کی بهشون کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی. آقای خامنه ای علی سالمنده از در جمهوری سابق یمن جنوبی رو مخفیانه به حضور میپذیره، بهش پول میدن، اسلحه میدن. در جنوب در شمال حوثی های چهار امامی، عبدالمالک حوثی میشه فرزند عزیز مقام معظم رهبری، پول فلان. در این مثلا قطر هم داره بهش پول میده که قطر دیگه شده به حوثی ها پول میده. حالا در مورد حماس میگن اما قطر اومد جنوب برای که حماس رو از ایران جدا کنه، داره پول میده 400 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه که ولی مشترک های فرض 56 داره الان به اسرائیل میخوره از جمهوری اسلامی. چه خبر اون پشت؟ آیا ما هم همفکر بشیم با بعضی از این همسایگان عربمون که معتقدن پشت پرده بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک کانسپیرسی و توطئه هست؟ من نه چیزی رو باور ندارم، ولی دارم میگم یک سیاست تلخی داره اجرا میشه که برسم به این نقطه. در مورد اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه فکر کنید ماها بود، شورای از نخبگان، از بهترین کریم آف سوسایتی، بهترین فرزندان جامعه سوریه بودند، از دکتر برهان قلیون، جورج سراد، تمام نویسنده های عبدالباسط سیدا همه بودند، از کرد و عرب و مسیحی و دوزی و علوی همه توشون بودند. چرا شورا جلو کردند؟ برای اینکه در شورا اخوان المسلمین سلطه کامل نداشت و ترکیه به یه نوعی در ابتدا بعد قطر به شدت جلوی کمک‌های به شورا رو گرفته بودن، در اینکه شورا فلج شده بود. بعد من شورا رو تحت فشار خانم کلینتون ضربه نهایی رو زد، گفت این شورا نمایندگی نداره، نداره، باید بریم بشینیم چیکار بکنیم. بیایید طرح آقای ریاسیف رو که مبنی بر اینکه یک ائتلاف کامل ایجاد بشه و یه دولت موقت، بیاد این طرح رو تصویب کنه. بچه های شورا گفتن باشه.
اومدن نشستن، تعداد اعضا شدن 250 تا بودن 400 تا، افراد دیگری رو گرفتن، مسیحی زیاد، کل زیاد، شورا شد یه ترکیب کامل انسان. جور صبرای مسیحی رو که شخصیت برجسته است کردن رئیس. آقای ریاست هم هست، حالا قرار اون طرح ائتلاف کامل رو بچه های داخل هم اومدن تو قطر، از ارتش آزاد همه اومدن، بشینن نهایی رو بنویسن، سر و کله آقای نخست وزیر قطر پیدا شد، آقای شیخ احمد. السلام علیکم، سلام علیکم. آقای رو دولت سوریه 900 میلیون دلار پول داشته، ما اینجا توقیف کردیم. این پول ما آزاد میکنیم انشاءالله وقتی آقای معاذل خطیب بشن رئیس ائتلاف. اصلا همه حالت شوک، همه حالت، یعنی واقعا حالت بیمار بودن مزمون، یعنی برهان قلعه پاشون لگت زد به در رفت بیرون. 900 میلیون دلار رو میدیم آقای معاذل خطیب بشن. آقا این یه خطیب مسجد بوده، خیلی آدم خوبی، ولی شما چجوری رئیس بکنیم؟ چجوری جون سوری در آتاسی من اینو بشونم؟ اون خبری نیست. هیچ. آقای معاذ الخطیب شد رئیس. ریش و یقه باز و تقدیری از اونای دیگاره در مصر قبلن محمد برسی فرمات هم باشه یکی در. و بعدم سریع آقا رو برمیدارن، مارکتینگ میکنن، میاد پاریس، آقای هلند میبیندش، میره لندن، آقای کامرون میبیندش. ای چرا آقای کامرون تالای این بدبختای دکتر بقیه رو نمیدی؟ چرا برهان قلیون رو نمیدی؟ یه شخصیت که دنیا بهش افتخار میکنه نه ایشون رو دوست دارم. این تجربه تر که من واقعا در بعضی لحظاتش از دل میگریستم رفتی باید برای ما باشد. اگر فردا در ایران زمینه‌ای برای هر حرکتی پیدا شد، تردیدی نکنیم شیخ حمدها، حالا مال ما به نوع دیگری، خانم نمیدونم جسی فلان، آقای دیوی فلان پیدا شد. ماها نه پول داریم، چرا خانم نه پول داریم، نه امکانات داریم. خدا پدر خالم و دوستانش رو بیاورده که حالا این چهارده جلسه رو فراهم. اگر به روز واقعه برسیم، این بابا با دست چک شدن ما چی کار کنیم؟ و اگر نمیخوایم کاری بکنیم چی کاریم؟ ما میخوایم چی کار بکنیم؟ نه پول داریم، نه امکانات داریم. من حالا زور زدم با چهار نفر، ده نفر رسیم، میخوایم یه تلویزیون را بندازیم که امیدوارم را بندازیم به صدای همه شما رو منعکس بکنیم. ولی اونم باز چاره نیست، اینه که یه خودم به ماورای این جدال‌های سوفسطایی بین خودمون بیاندیشیم که دلبر جانان من برده رو جانان من باید دیگه بذاریم کنار، به خود بیاندیشیم به اون مرحله هایی که گرفتار چنین وضعی بشیم و به اون چه بیاندیشیم. مرسی. حضور بحث من موانع مشارکت سیاسی زن. خب اومد؟ خب من حالا یه کامیتر من نیست. خب حالا یه رول این استودیو میگم پاسید.